اروپا باید ایران را شریک تجاری بداند نه بازار مصرف. از فرمایشات آقای علی آهنی، سفیر چند نوبته جمهوری ولایت فقیه در پاریس. خب ایران چین رو باید چی بدونه؟ شریک تجاری یا فراهم آورنده همه پدیده ها، از جانماز پلاستیکی تا بکارت پلاستیکی؟ به هر حال در جمهوری ولایت فقیه مملکت شریک همه است. تمام دزدان قافله بین المللی و داخلی جزو شرکا هستند. و حالا میبینیم دیگه آقای علی آهنی که از سخنگویان نسبتاً موجه رژیم در خارجن، ایشون چنین فرمایشی فرمودن. چرا شعر نخوندم؟ گفتم کمترش میکنم. روز دوشنبه با دکتر فرابش دیگه وقتی شعر میخونم بعد میریم سراغ اقتصاد، یه جوری حالم بد میشه. چند روز پیش داشتم برنامه در کوچه‌های ادب رو میدیدم، فیلمی در باب احمد رضای احمدی نازنین. آنقدر این برنامه رو من تاثیر گذاشت، اصلا یه حال غریبی شدم. احمد رضای نازنین، خب آدم اونجا میتونه بغلش بیاد یه شعر بخونه، اما وقتی با عدد و رقم سر و کار داری، باید اون وقت اگه آدم شعری هم میخونه از این شعرهایی باشه که آقای عالی بناه و اینا میان در جلساتشون میخونه، آقای عالی پیامبر. حالا از اونا هم بالاخره مفصلا دوستان ما در دنبالش هستن، در برنامه طرفه یا رنگارنگ از اونا هم بگذارن. باری بریم سریع سر یک ارزیابی کوچیک از رویدادهای این دو سه روزه و بعد بریم خدمت استاد نازنین دکتر فرابخش، کارشناس ارزنده اقتصادی. ایران به بهبود روابط دو کره کمک میکنه. گفت آقا قاچ زینو بچسب، شما نمیخواد حالا سئول و پیونگیانگ رو با هم دیگه ارتباطشون رو برقرار کنین، از شما بزرگترها هستن، ارباباتون روسا، چینیا، اینا هستن، اون اربابای دیگه هم آمریکایی هم هستن، بنابراین شما لطفاً از این کارا نکنید. گفت وساطت به شما نمیاد، آشوب کردن و به هم ریختن و عراق و به هم ریختن اینا همه به شما میاد. دو روز دیگه انتخابات عراق میشه. داشتم نگاه میکردم فیلم‌ها رو، دکتر عیاد علاوی تو عمان داشت رأی میداد و مقداری عراقیای دیگه، و شکوه میکرد، میگفت خیلی جالبه، علاوی میگفت من اهل بغداد، اسمم تو فهرست رای دهندگانم نبوده. اینا از برکات ولایت فقیه، از برکات حضور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی و معاون قاتلش سهرآرودی، قاتل زنده ها دکتر قاسملو در عراق. و خب میخوان مداخله کنن، ولی نمیدونم، تای دلم یه جوری میگه مردم عراق با همه بدبختی ها، حق بازا، تقلبا، یه کار غریبی خواهند کرد. ببینید، گویا که سلیمانی تهدید کرده اگر غیر از مالکی نخست وزیر بشه، ما از عراق تقاضای خسارتمون رو میکنیم در جنگ. آقای وطن پرست، به مالکی چی کار داری؟ اون خسارت حق ملت ایرانه. کویت تا یک شاهی آخرش رو گرفت، چرا ما نگیریم؟ چون شیعیان اسلام ناب محمدی رسیدن به قدرت. خیلی جالب مساله. ببینید بهتون میگم، این نظام وطن نداره، مصلحت ملی نمیشناسه، بی دلیل نیست، به این دلیل است. نکته دیگری که بهش اشاره بکنم که ازش عبور کردیم، درنگ روش نکردیم، آقای الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان که به ایران سفر کرده بود، چهار روز بعدش وزیر دفاعش رفت ایران. و این خیلی جالب بود که قبلا تماس هایی در سطوح پایین تر برقرار شده بود و حتی آذربایجان از ایران یه مقدار گلوله و از این چیزا خریده بود. جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که روابط نظامی با آذربایجان برقرار کنه. آنن که وزیر دفاع هم که اومد، عین رؤسای دولت ازش پذیرایی کردن. آقای دهقان فرش قرمز گذاشت و سان و سرود جمهوری ولایت فقیه و آذربایجان. ولی به محض اینکه رفت، چنان گوششو روس ها و اسرائیلی و آمریکایی ها کشیدن که اصلا این همه هارت و هورت تو تهران و قراردادها و پیام ها و نمیدونم مبادله تموم شد. خود آقای علیوف هم که اومد ایران، یک اعتراف از جمهوری اسلامی گرفت، هیچی نداد. جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد قره باغ اولیا سرزمین اشغال شده توسط ارمنستان است
و باید به آذربایجان بازگردد، در حالی که سیاست جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته از زمان استقلال آذربایجان و درگیری های دو کشور به نفع ارمنستان بود. و اینجا اومدن رسما به علیوف این امتیاز رو دادن بدون اینکه علیوف حتی در نظام حقوقی دریای مازندران جانب جمهوری اسلامی رو بگیره. اینا نشون وطن پرستی رو میخوام ببینین چه جوریه. اینا که ادعا میکنن آقای ظریف میره اون طرف در کنفرانس کشف حوزه دریای مازندران شرکت میکنه، بعدم میگه دریای خزر در کنفرانس حقوقی، بعدم یه مش انشا تحویل میده و برمیگرده. آقا جان روسا خوردن خیلی راحت، ارث پدر رو به جای اینکه از جانب خودشون تقسیم بین بچهای سابق بکنن، اومدن سهم ما رو برداشتن قاطی کردن، 11.5% به ما دادن، در حالی که حداقل اگر منصفانه روی عدالت روسی هم بخوان تقسیم کنن 20% مال ماست. و هر روی آقای معاون اول رئیس جمهوری هم با وزیر بهداشت سلطان نشین عمان با هم ملاقات کردن. سفیر پاکستان هم گفته پنجمین مرزبان ایرانی رو پیدا میکنیم تحویل میدیم. خیلی دردناکه با خانواده این آدم و با اعصاب و روحیش بازی کردن. این رسم انسانیت نیست. شما باید بیاید بگید آه این اتفاق افتاده، اونا هم یه عده جنازه میخوان، که حالا هم که فاش شد که اینا پشت پرده با هم گفتگو میکردن. سپاه که پیغام داده بود به جای شلعت همه رو بکشید، بکشید ما خیالم راحت میشه. چه بگویم، در حال رئیس جمهوری نیز سرزده در منزل شهیدان و جانبازان حضور به هم رساندن. به به فیلمشون هم که اومده، حالا بعدا راجع به این فیلم با هم بحث میکنیم، کیا ساختن، هدف چی بود، ولی تمام اون چیزهایی که از آقای روحانی پنهان شده بود اینجا اومد بیرون. و دیدم که مثلا اون ماجرای سخنرانی بعد از 18 تیرش اومد بیرون. دکتر صادق زیبا کلام این رو نشانه بی اخلاقی در صحنه سیاست جمهوری اسلامی دانسته و گفته ماجرای ایران گیت اینطوری نبود که این فیلم روایت کرد. به نوعی راستم میگه، برای اینکه کسی که رفت با آمریکا یا مذاکره کرد محمد علی هادی نجف آبادی بود، آخوندی که بعد فوکولی شد و در وزارت خارجه سفیر عربستان شد و امارات و غیره، و همون اول با هواپیما آقای خمینی برگشت، با محمد منتظری خیلی نزدیک بود. او رفت و گفتگو کرد، بعد روحانی در مرحله بعدی بود که از جانب آقای هاشمی رفت، ولی اول هادی نجف آبادی بود با یکی دو تا از فرماندهان سپاه. اینا رفتن و با مکفارلن و اون مجموعه امیرانیر اسرائیلی با اینا نشستن گفتگو کردن. زیبا کلام یه حرفی زده جالبه، گفته حداقل این سفر حسنش این بود که ضد هوایی ما، چون موشک هاک دادن ضد هوایی ما قدرت گره، 56 هواپیمای صدام رو سرنگون کرد. حسن این سفر حداقل یه دم کیک خوردن و انجیلش هم معلوم نشد چی شد. دکتر فرابخش سلام، درود بر شما. درود. من زیادی حرف زدم ببخشید. درود به همه بینندگان شما. اول هفته باید یه اشاره سریع به اوضاع احوالات بکنیم. خب آقا چه خبر؟ بنزین که گرون شد و بساط و هیچ خبری هم نشد مردم. مردم از این باغ بریم. نه ولی واقعا برای من جالب بود. اون دفعه که گفتن بنزین گرون میشه ریختن پمپ بنزین‌ها رو زدن. ولی مردم ما چی شدن؟ خیلی راحت تصمیم میگیرن براشون. یارانه میدن، بعد فردا کمش میگم نمیدیم، بعد بنزین رو میبریم بالا. چه بر سر مردم؟ مردم اینجوری نبودن آقای. برای یک قرون بنزین دانشگاه رو ما با آشوب کشتیم، یادتونه شما چه خبر شد؟ ببینید ملت ما یک جوری به هر حال سیاست محور سیاست زده است متاسفانه، یعنی تا به حال که به این صورت بوده، و اینم بدبختانه از میراث شوم حزب توده است که سیاست رو بر اقتصاد تو مملکت حاکم کرد و متاسفانه این تا به حال ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم این سیاست زدگی رو هر دم بیشتر آتیش زیرش میذاره، بیشتر تندش میکنه، و تا ما خودمون از این قالب خارج نکنی خب همین آش و همین کاسه است دیگه. کارش همین مسئله یارانه ها رو شما توجه کنید، یه سنبل بازی بچگانه بدون محتوا، بدون برنامه ریزی. اومد آقای روحانی گفتن که ما 30% از این
تعداد رو حذف میکنیم، بعد گفتن 20%، بعد گفتن 10%، بعد همینطور بازی با اعداد ارقام کردن، آخر سر اومدن گفتن که نه خب حالا خود ملت تصمیم بگیره. میدونی همینطور بازی در بازی، بعد اومدن سراغ ملت. آقای روحانی یک تفکر، اون یه تفکر خاص حکومت اسلامی دیگه، تصور میکنه واقعا 18 میلیون رای رای واقعی بهشه. بله. میگه خب من که 18 میلیون رای دارم، یه توپم پاس میدم به مردم، حالا این 18 میلیون حداقل 10 میلیون هم که رای بدن، پس من حرفم به کرسی میشینه. دکتر من این مسئله برای مهمه که آقای وزیر اقتصاد و معاون آقای روحانی میان میگن که 10 میلیون نفر در این مملکت وضعشون خیلی توپه، که این 10 میلیون نفر نباید یارانه بگیرن. بعد کسایی که میان فرم رو پر میکنن، یعنی پر نمیکنن در واقع، یارانه نگیرن، تعدادشون به اون اندازه مسخره 1 میلیون نفر چقدر شده. ببین اصلا تمام با حالا من یه اعداد ارقام از نوع دیگه باید براتون مطرح میکنم. آقای نوبخت اومدن گفتن که در جلوی خبرنگاران که در پایان اسفند ماه ما 77,500,000 نفر رو یارانه دیدیم. پایان اسفند گذشته. پایان اسفند گذشته در مقابل خبرنگاران 77,500,000 نفر رو اینا یارانه دادن در پایان اسفند. اگر فرض رو بر این بذاریم که 500,000 نفر هم یارانه نگرفتن به عنوان پولدار و غیر و غیره، این میشه 78 میلیون. فرض رو بر این بذاریم که 4 میلیون، حدود 4 میلیون ما ایرونی شناسنامه به دست در خارج از کشور داریم، پس جمعیت کشور ما میشه 82 میلیون. مرکز آمار ایران میگه جمعیت ایران 75 میلیونه. این 7 میلیون 10% کجا؟ اختلاف آخه این کجاست، چطوریه؟ خب اینا این 7 میلیون صاحب اقتصادن، صاحب یارانن، صاحب برخواه مجازین، ولی صاحبن. خب وقتی که دولت میاد با آمار و ارقام مملکت اینطوری بازی میکنه، بعد میان میگن که خب حالا 3%، آخه این 3% اصلا رقمی نیست. 3% اومدن اظهار کردن که نمیخوایم بگیریم، دو میلیون و هم 400,000 نفر. اینا همش بازی با ارقامه، متوجه این؟ اینه که به کجا میخواد برسونه دولت، من واقعا نمیدونم. اصلا برنامه‌ای تو کار نیست. هیچ هرچی من واقعا یارانه برید الان شده یه معضلی. خیلی خوب شما یارانه دادید، بعد اومدید الان بنزین رو 700 تومن 1000 تومن کردید، با مترو معیار میگیرن میگن در مقایسه با کشورهای همجوار. آخه شما نمیتونید در مقایسه با کشورهای همجوار، برای اینکه ارزی که اونا دارن ارز معتبری است، ارز ما بی اعتباره. ولی قیمتی که مثلا شما تو عربستان بنزین رو میری میخری 2 ریال، خب ریال 1,000 تومن میشه 2,000 تومن، ولی 2 ریال در اونجا 2 تومنه، 2 تا 1 تومنی ارزشش. علل اصول باید ببینید کار درست باید بشه، یعنی یه قیمتی در منطقه وجود داره که ما باید تقریبا هم تراز با اون قیمت بشیم. این علل اصول به لحاظ فرمول اقتصادی خب باید بشه، ولی به قول شما چگونه ما به این راه میرسیم اون فرضیات اولیه وجود نداره، بنابراین احتمال رسیدنش به از با زبان اقتصادی واقعا خیلی مشکله. خب حالا فکر می‌کنید دکتر چیکار بالاخره می‌خوام بکنم؟ ببینید اینا تمام این آقای احمدی نژاد با همه بلاهتش و با همه نادانیش در مدیریت دولتی یه کارو خوب کرده برای ملت. این همین 45,500 تومن است. این 45,500 تومن باعث شده که ملت ایران واقعا وارد گود اقتصادی کشور بشه. دیگه شما نمیتونین پول از ملت بگیرین. این دیگه انتظاری، این حقش میدونه ملت، حقش هم هست. بنابراین از این به بعد دولت با یک مسئله به نام یارانه ها حداقل برای دراز مدت گرفتاره و راه حل هم براش نداره. تنها راه حلی که داره پول درآمد نفت، که اون درآمد نفت رو باید یه جوری تخص کن. ببینید از یه جایی باید پول این چشمه باید تو جامعه بجوشه. از کجا این پول تو چشمه میجوشه؟ اون تولیده. ما نداریم تولید در کشور، فقط جود نفت، نفته، ما چیز دیگه ای نداریم که. پس بنابراین نفته باید فروش بره، پول بیاد، اینا هم یه جوری تخص کنن تو جامعه و این
باری به هر جهت. دکتر چرا دوباره نفت ما رفت پایین تولیدش صادرات اون؟ آقا ما دستگاهمون هم عقب افتاده است صرفا به خاطر مسئله فنی. مسلم و تکنولوژی ببینید هم فنی هم نیروی انسانی کادر فنی ما عقب افتاده ایم. یعنی اون مدیران و اینایی هم که تتمه و بقایایی از دوره گذشته بوده هم رفتن. بله این چاها بازنشسته شدن دیگه. بله این چاها باید دائم رسیدگی بشه، دائم باید دستگاه جدید نصب بشه، باید رسیدگی بشه. این مثل چیز زنده میمونه چاه. نه حالا اگر ما به تعهداتمون عمل بکنیم در قالب مسئله ژنو، بعدم قرارداد نهایی رو ببندیم، چقدر امید هست که خارجی بیان سرمایه گذاری کنه تو همین صنایع نفت جاهای دیگه؟ ببینید خارجی برای چی باید بیان سرمایه گذاری کنه؟ آخه خارجی یه دلیلی داره، برای خاطر چشم ابر آقای خامنه‌ای که نمیاد که. برای سود میاد. برای سود میاد. بعد زمینه رو باید آماده بکنه. ضمانت امنیت. آقای وقتی آقای خامنه‌ای میاد این صحبت ها رو با تلفن پای تلویزیون میکنن، آخه من دیوانه از یه سرمایه گذاری. آخه سرمایه گذاری بستگی داره شما چنو میگه. آخه سرمایه گذار میاد سرمایهشو میذاره موقتی برای 3 سال 5 سال و بعدم میبره و میره. یه وقت سرمایه گذاری باید دراز مدت. ما صحبت از سرمایه گذاری دراز مدت وقتی که میکنیم اون شرایط فرق میکنه، تمام برنامه ریزی ها متفاوت میشه با اینکه شما مثلا توتال بیاد برای 5 سال بخواد سرمایه گذاری کنی متفاوته. اگر ما دنبال اون سرمایه گذاری هستیم شانسمون کمه، با این دولت شانسمون کمه. ببینید ما دولتی به نام این چیزی که در خارج در کشورهای پیشرفته به عنوان دولت میشناسن که ما نداریم که. آقای روحانی دولت نیست، تمام بروکراسی داریم. آقای روحانی یک کسی که نشسته اونجا یه سری اعمال روزمره و جاری رو باید انجام بده، برنامه ریزی، سیاست گذاری، اینا رو دولتی نیست که این کارا رو انجام بده. ما یه بیت رهبری داریم که چیز عجیب و غریبیه که تو دنیا تک، تجربه هم از گذشته نداریم که بر اساس اون تجربه بیاموزیم، و این بیت رهبری داره مملکت اون مدلی که خودش دوست داره اداره میکنه. خب این یه دولت هم گذاشته، یه بازی های انتخاباتی هم میکنند. خب این معنی دولت، معنی اقتصادی کشور 80 میلیونی رو واقعا نمیده. این جواب دکتر یه ضمن خبرها میدیدم که مثلا کره جنوبی 3 میلیارد دلار بدهیشو میده، هند 1.6 میلیارد رو میده. آیا این پولا واقعا داره میاد و تأثیری در وضع اقتصاد؟ چون از اون طرف دیدم که آقای حسینیان میگو ما این 4 میلیارد خورده رو ندیدیم چی شد، چون تو بودجه دولت نیومده، تو حساب دولت نیومده، چی شده اینا؟ خب ممکنه ببینید به هر حال دولت یه مقدار زیادی بده به سونا این ور اونور جهان داره، یه پولای سررسیدش رسیده که باید پرداخت بشه. اینا ممکنه در معادلات بانکی این طرف اون طرف بشه، ولی به اون صورت که پول یه چیز الان حدود اینطوری که خودشون میگن حدود 100 میلیارد دلار پول بیرونه، حدود 78 میلیارد یورو. اولا این پول گمه. خیلی جالبه این پول برای دستگاه شرکت نفت ما گمه. آقای چیزی حرفی زده خیلی جالبه، آقای معاون اول جهانگیری، نخست وزیر آقای جهانگیری، ایشون اومدن گفتن که آقای سازمان تامین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان از آقای بابک زنجانی طلبکاره. 15 هزار میلیارد تومان رقمی غیر از اون پولیه که شرکت نفت طلبکاره. و ایشون داره معاون اول رئیس جمهور داره میگه یک انسانی که تو زندان نشسته میگه ما نمیدونیم این پول ازشون چجوری بگیریم. ایشون یه زمینی دارن به نام ایران زمین در تهران، یه شرکت هواپیمایی قشم هم دارن و ما نمیدونیم پول از کجا باید بگیریم. آخه مگه میشه یه مملکتی یک انسان؟ آخه این آقای بابک زنجانی چیه، کیه، چطوریه؟ ببینید اینا خب اینا مسئله است توی کشور. وقتی شما میخواین اقتصاد رو برنامه ریزی کنین در این کشور، آقای طیب نیا میخواد بیاد برنامه اقتصادی بریزه توی. ببینید مهمترین مرکز درآمدی دولت مالیات. دولت نمیدونه مالیات به دولت عملا داره میگه آقا من نمیدونم سرمایه‌دارای کشور کیا هستن. طبق این چیز یارانه اخیر
دولت عملا داره میگه آقا من نمیدونم کی ثروتمنده کی گداست. خب وقتی شرایط دولت به اینجا برسه شما چه انتظاری از آقای باهنر فرمول جالبی داشت، میگفت بیایم ببینیم هر کی ماشین بالای 1 میلیارد تومان وارد کرده یقشو بگیریم. آقا شما دولت رو ببینید، یعنی بعد نام گفتن به همه بانک ها نامه نوشتن حسابای مردم رو بدین. یه حرف جالبی زدن، حرفای ما رو این آقای باهنر تکرار کردن، خب این مقابل تحمله. ایشون گفتن که حکومت اسلامی دارای نظام اقتصادی نیست. این چیزی که ما دائم داریم میگیم آقا ما این حکومت نظام ایشون اومده به عنوان به هر حال معاون مجلس دیگه، ایشون رسما اومده میگه آره ما نظام اسلامی ما دارای نظام اقتصادی واقعا نیست. خب اینا واقعیتایی که حالا جامعه ما میگم از اینها این یارانها باعث میشه که جامعه خود اقتصادی فکر کنه و سرش بیاد تو حساب و کتاب. از این ببینید بدترین چیز این پولمیک، این جدل سیاسیه و این حکومت‌های اسلامی، حکومت‌های خودکامه عاشق جدل سیاسی هستند. یه ذهن مردم از اصل کار میکشید، یه زندان اوین رو میرن کتک میزنن اینا و بله. خبر رو میدن تو مردم و همینطور خبر رد الان مهمانی خانم روحانی اونو بعد بزرگ میکنن، بعد اون میگه تو زندان سیاسی داره، اون میگه من ندارم، بعد میگه تو داری، میگه من، همینطور این جدل. این باید از این اصل کار اساسی زندگی خارج شه. این یارانه باید بیاد جلو، این حساب ارزی باید بیاد جلو، ایناست که باید بیاد در مملکت. ملت روی اینا سوال و جواب کنن، نه اینکه آقا ببینید ما ضررهای سیاست زدگیمون رو خیلی خوردیم. ببینید در زمان ملی شدن صنعت نفت همین بساطه، ببینید ما صنعت نفت دو شخصیت داشت. این صنعت نفت یکی شخصیت سیاسیش بود، یکی شخصیت اقتصادیش بود. ما در مورد شخصیت سیاسیش که شکست انگلستان بود موفق شدیم، انگلستان رو بیرون کردیم، خلعیت کردیم، روابطمون رو قطع کردیم. ولی در اون بخش اقتصادی که باید اقتصادی فکر میکردیم باز اومدیم سیاسی فکر کردیم. یعنی آقای دکتر مصدق اون زمانی که باید روی پیشنهاد هریمن فکر میکرد اقتصادی فکر میکرد با سیاسی فکر چون ترس واکنش توده یا نه گرفتار سیاسی بودیم. یعنی ما اون زمانی که باید واقعا اقتصادی فکر کنیم باز میایم سیاسی فکر میکنیم. خب وقتی هم سیاسی فکر کنیم شما منحرف میشید. دقیقاً. این و چه لطمه‌ای به مملکت اون وارد شد. دقیقاً. خیلی من اجازه بدید دکتر یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم به بحث شنیدنی دکتر ادامه.
با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. جالبه بانوی به این صدای زیبا بخوانند برای اولین بار تک خانه یک بانو در حضور کی؟ آقازاده آقا جنتی. خیلی جالبه. این علی آقا مثل که اصلا پسر اون پدر نیست، مثل که یه جای دیگه بزرگ شده. گفتن که بله، گفت اون شب تو خواب بودم که ایشون تولید شدن، در خواب این کار انجام دادن، بنابراین ایشون صفات عالیه بنده رو به ارث نبردن. آقای خزلی هم آقازاده‌هاشون به کل، یکیشون که عاشق تلویزیون و دنبال این کارهایی، خیلی هم کار خوبیه، اون یکیشون هم که شمشیر رو برداشته به جون نظام، میره زندان میاد بیرون، مصاحبه با ضد انقلاب میکنه، پیش آقای رفسنجانی میره، خلاصه همه این کارا رو میکنه. آقای خزعلی هم حضرت آیت الله ابوالارتجاع در قوم یه مش از این جانوران هستن که واقعا ابوالارتجاع هستن، یکیشون همین خزعلیه. آقای موسوی اردبیلی بعد از سالها دهان مبارک باز کردن، ازشون استفتا کردن، قربان اعدام کردن مردم با جراس خال و اینا نظرتون چیست؟
البته مصلحتی ندارد، نمیگه، دقیق نمیگه ممنوع، کار بدی، زشته، حیوانیه، البته مصلحتی ندارد، ولی طبق مقررات اعدام یا تیرباران اشکالی ندارد. اینم آقای موسوی اردبیلی که رفت نشست اونجا یه خود جیغداد کرد، 10 میلیارد براش پول گذاشتن و دانشگاه مفید و بودجه و فلان، تمام شد. آقا جان روحانیت شیعه مالید، تموم شد. تو عراقش هم دیگه چیزی نیست، کلاشون پشمش ریخت. حضرت آیت الله العظمی سیستانی تاج سر بنده خیلی هم احترام میذاره، چرا راجب کشدار ایران یک کلمه حرف نزدن؟ برعکس، قاسم سلیمانی میره پیششون، آقای ولایتی میره، ما چوبوسو معانقه میکنن، آب گوشتم زور با هم میخوره، ولی بر راجب ملت ایران هیچی. آقای سیستانی هنوز اسم سید علی سیستانی داره، محروم ترین گوشه از خاک ایران. چرا یه بار حضرت آقا، چون اونا سنیه، چون سنیان بعد تو گشنگی ببین، بعد آقا داره انتقام پلو شکسته فاطمه زهرا رو پس میده. روحانیت شیعه ناینی تنزیه المله تموم شد، حائری اون بزرگان تموم شد داستانشون. اون بزرگان تو همین تهران خودمون، حاج احمد خونسالی داشتیم، وقتی راه میمد پیر مرد 20-30 کیلو وزنش بود، اینقدر غذا میخورد. نبش محمد حسن احمدی دوست من بود که بعد رئیس دانشگاه ملی شد بعد از انقلاب، من از نزدیک میرفتم آقا رو میدیدم، یه اتاق نشسته بود اینقدر غذا میخورد، آدم بود، شریعت مداری آدم بود، گل پایگانی مرشی نجفی، تو نجف آقای حکیم رو داشتیم، آقای خویی رو داشتیم، تموم شد. الان آقای فیاض نمیدونم پاکستان، آقای فیاض افغانی و آقای بشیر نجفی پاکستانی شدن مرجع اعلای شیعه. رها کنید این دکان، انشالله به برکت، به لطف الهی و به همون صاحبان اونجایی که در کربلا و نجف دفنن و اینا دکان کردن، انشالله از شر اینها ملت ایران و ملت‌های منطقه خلاص خواهند شد. این مرجعیت مرتجع آدمکش باید بره. ببخشید آقای دکتر، منبر رفتم اولش، گاهی اوقات بنده حرفایی میزنم که بعدم خیلی مورد مرحمت قرار میگیرم. حرفا شنیدنی؟ نه، مورد مرحمت هم قرار میگیرم. آقا به آقایون چیکار داری؟ اینا نشستن دعا دارن میکنن، یه عمر شما بخوری بخوابی بشینی دستتو دراز کنی، روزی که ملت به احتیاج داره قایم بشی. من آقای وحید خراسانی، یه آدم محترم، احترام بهش میذاشتم خیلی زیاد، بعد از درگذشت مرحوم سید محمد شیرازی و مرحوم آقای روحانی، میگفتم این یک تفاوتی داره. بعد دیدیم روزی که ریشش رو کند و گریه کرد، برای این بود که تو تلویزیون حضرت عباس رو نشون داد، درس رو تعطیل کرد، گریه کرد و از این حرفا، و با آقای خامنه ای ایراد گرفت که چرا غم زدن رو ممنوع کرد. یه کار خوب خامنه ای همینه. بعد دامادشون شدن رئیس قوه قضاییه، انگار نه انگار 18 میلیون پرونده اونجاست، 1 میلیون مردم بدبخت هر روز میرن و اون دستگاه. اینه که به نظر من روحانیت شیعه واقعا با یک حکومت گرفتن خودشون نابود کرد. دقیقاً. و به باد داد، یعنی نه اعتباری نزد مردم داره، نه چیزی داره. بعدم آقای دکتر، من حرفایی از اینا میشنوم، این قرائتی رئیس نهضت سوادآموزی درسته میگن یه آدم جوکو نمیدونم از این حرف هست، ولی مطلبی داره، فیلم شد میذارم، مطلبی ازش من شنیدم که فکر میکردم اگه زمان شاه یک آدم غیر روحانی اینو نقل کرده بود، قمل بلرزه در میمد، تکون میخورد، حضرت عباس جیغ میزد، از این داستان ها امام زمان روحش مکدر میشد، جانش مکدر میشد. خیلی راحت اومد تو تلویزیون صدا و سیمای ولی فقیه حرفا رو میزد، و نوع ادبیاتی که اینا بالای منبر دارن الان مطرح میکنن نشان دهنده اینه که هیچ کدومشون اعتقادی هم به دین ندارن. چون اگه شما یه ذره به دین اعتقاد داشته باشی، حرمتی برای کلامت قائلی، میگه الان زن و بچه مردم دارن این حرفو میشنون، ولی چون اعتقادی ندارن همه کارم میکنن، و بنابراین آدم میکشن، میدزدن، تجاوز به نوامیس میکنن. خب آقای دکتر، بریم روی بحث دوم. چیزی که من آقای رئیس کل بانک مرکزی میفرمایند که ورودی های ارز به بازار دوباره فعال میشوند، یعنی چی؟ اولا ببینید داستان ارزم واقعا داستان غم انگیزیه تو کشورم.
ما 35 سال پیش در رژیم گذشته این بساط بازار سیاه ارز و سکه و اینا رو همه رو اصلا فراموش شده بود. واقعا اصلا جایی در اقتصاد شما تمام صرافی خیابون ویلا با بانک هیچ فرقی نمی‌کرد. فرقی نمی‌کرد. اصلا این مشکلی به این معنا اصلا شناخته شده نبود. کزیتون هم می‌رفتین توماس کوک پول تومن عوض می‌کرد. تومن تون میده عوض می‌کرد. این مشکل که ایجاد شده چرا ایجاد شده؟ برای اینکه ما بازگشت داریم می‌کنیم به دنیای جهان سوم. یعنی بازگشت کردیم. یعنی اقتصاد ما به لحاظ فرمول‌های اقتصادی که به کار گرفته میشه الان اقتصاد پیشرفته نیست، اقتصاد کشورهای عقب افتاده است. آخه این بازار سیاه هیچ ببینید ارز در کشور ما دست کی؟ دست دو گروهه، یکی دولت، یکی صادرکننده ها. کسی دیگه ارز نداره، بخش خصوصی چیزی که ارز نداره. پس بنابراین اینان که دارن بازی ارزی میکنن. حالا چرا این بازی رو میکنن؟ برای رشد عقب افتادگی اقتصادی که اینا دارن. اینا پول در آوردن و اولا دو کار میکنن، یکی تصفیه تو مسئله تصفیه حسابیه که اینو به بازی میارن، یه وقتا میخوان سود ببرن. الان در مورد آقای روحانی این بار مسئله سود نیست، مسئله تحت فشار گذاشتن آقای روحانیه. چون الان زمان اون کار نیست، یعنی سپاه داره عملا این کار. دقیقاً اون بخش. ببینید این سپاه کافیه یه اشاره به کارگزارش تو دبی بکنه یا تو مالزی بکنه، یه مقدار پول ارز وارد بازار بشه یا از بازار کشیده بشه، بستگی به سیاست‌های اونا داره. اونجا که دولت رو تحت فشار قرار میدن، بعد شروع میکنن به آوانس دادن، آوانس گرفتن با دولت. الان فعلا این دولت آقای روحانی فکر میکنه که 18 میلیون واقعا داره، یه خورده میخواد جدا رول دولت رو بازی کنه. اونا هم میگن آقا جان تو داری از دایره خودت بیرون میری، کجا داری میری؟ تو همین یارانه ها بیت رهبری سکوت کرد، امامان جماعت و نمیدونم سپاه همه درسته. سکوت کرد، همه نشستن منتظر بودن که آقای روحانی شکست بخوره. روحانی هم کاری نمیکنه. روحانی و جلیلی هر دو بیت رهبری اومدن بیرون. بله. فقط در همین شعارهای ظاهری هم که آقای روحانی میده و نوع عرضه اون، بله دیگه اینا باز اونا رو هم اقدارش قبول ندارن. یعنی آقای تون میری. ببینید همش دکتر ببخشید میونه حرفتون، بابک زنجانی یه جا میگه آره شب به شب من میرفتم از نوربخش 100,000 دلار میگرفتم، میمدم بیرون میفروختم، اینقدر سود من میبردم، بقیه رو میبردم میدم به نوربخش. یعنی جایی که دولت تبدیل میشه به دلال ارز دیگه، داره این کارو انجام. الانم به نظرم دارن این کارو میکنن. یعنی اصلا شوخی نوسان قیمتا فقط به مسائل سیاسی کاری نداره، اون بازی مافیایی وسط. ببینید شب. بازی ارز به کلی خارج از بانک مرکزیه. بانک مرکزی خودشو اصلا بانک مرکزی شاید روز قبلش اطلاع نداشته که فردا ممکنه یک حادثه ارزی در مملکت رخ بده. چون بازی ها خارج از سیستم ارزی مملکت و سیستم بانک مملکت انجام میشه، یه جاهای تصمیم گرفته میشه، یه پولای خارج از کنترل بانک مرکزی یا تو مارکت یا مارکت بیرون میاد. بنابراین بانک مرکزی بعدن میاد برای حل کردن مشکل، یعنی مشکل ایجاد میشه. دکتر اصولا برای من اینو شما بگید، این سیستم فروش ارز، این عرضه کردن ارز و نوسان قیمتاش، این تابع چه تحولاتی است، تابع چه مسائلی است که چجوری این اولا چجوری پول میاد بیرون تو بازار فروش میده، چه شکلی اینا به دست میارن؟ ببینید دولت میاد بودجهش میده به مجلس، میگه من برای سال آینده رقم 100 نیاز دارم، از این 100 من 40 رو میتونم از مالیات بدم، 10 رو میتونم از عوارض و گمرک و غیره و غیره بدم، برای اون 50 نیاز به این دارم که بخشی از درآمد نفت رو بفروشم و پولشو بیارم تو سیستم. خب مجلس میاد میگه به چه قیمتی میخوای اینو بفروشی، به چه قیمتی؟ خب بینید تو چیز تو بودجه، مثلا فرض بفرمایید میگه با لیتری مثلا 90، با بشکه 90 دلار. یه محاسباتی میکنن در اونجا، یه بودجه تعیین میشه، بودجه ارزی تعیین میشه برای اون 50 که دولت برای بودجهش لازم داره.
بنابراین مجلس تصویب میکنه، این در اختیار دولت هست. حالا دولت این پول دستشه، اون زمانی که لازم بدونه به بانک مرکزی میگه از اون حساب ارزی من که 50 توشه 10شو بردار من خورد کن. بعد اینجا سیاست های بانک مرکزی مطرحه که آیا این پولو به چه صورت خورد کنه، چاپ اسکناس کنه، چاپ اسکناس کنه، تحصیلات بانکی ایجاد کنه، توی اون میره تو این سیاست بانکی در ایران وجود نداره. یعنی وقتی که بانک مرکزی میخواد این دستور دولت رو انجام بده، باید گوش به فرمان آقای احمدی نژاد و آقای روحانی باشه، در حالی که بانک مرکزی خودش باید رأساً تصمیم بگیره. سیاست های پولی مملکت با توجه به حجم نقدینگی، با توجه به تورم، باید به این صورت باشه. این بازی هاست که در جمهوری اسلامی اصلا معنی نداره. میدونید اینجا هاست که میخوره به اون گره های اقتصادی که هی گره خورده شده الان به صدها گره. خب یه سوال میکنم، در دوران خاتمی که دفعه قیمت نفت اونقدر اومد پایین، یادت دیگه، به 10 دلار رسید و به 12 دلار، چه جوری بود وضع مردم بهتر از حالا بود؟ ببینید چه اتفاقی اونجا میافتاد که هم اقتصاد بهتر میچرخید، تورم کمتر بود و وضع مردم بهتر؟ مافیا اینقدر قوی نبود، مافیای تجاری. ببینید در دوره 8 ساله احمدی نژاد 700 میلیارد دلار پول در مملکت گم شده. این در اختیار یه گروهی تو ملت که نیومده، که ملت همین با همین یارانه اومده تو ملت. بقیه این پول در قالب این نظام حکومت اسلامی گم شده. بنابراین این حکومت الان این بخش تولیدم که اصلا اینا کاری باش ندارن، این بخش تجاری حکومت، این مافیای قدرت های مافیایی چندین گروه، اینا دارای درآمدهای عجیب و غریب هستن که میتونن با یه اشاره مارکت رو به هم بریزن. این خیلی خیلی ساده، خیلی طبیعیه. و روحانی نمیتونی با اینو مبارزه کنه. روحانی عددی نیست، روحانی روحانی چیزی دستش نیست، یه پول نفت ازش که اونم فعلا گرو رفته. روحانی کاری نمیتونه بکنه. روحانی نه ارتش داره، نه شهربانی داره، نه بانک مرکزی رو داره، نه پول داره، هیچی نداره، نه برنامه داره. روحانی چیزی نیست. روحانی ها تصادفاً آقا اومده و شده رئیس جمهور و یه مش آدم دور خودش جمع می‌کنه مملکت. اینا اداره کردن مملکت این نیست. بازم آقای روحانی بخواد هدفش این باشه که نظام رو زینت بکنه، نظام رو آرایش بکنه، یعنی و اینا هم همینطور لب پرتگاه نگهش می‌دارن، گاهی یه خورده تقویتش میکنن، گاه تزلزل، که همینطور در این لب پرتگاه بمونه. اگر یه وقت خیالاتی به سرش بزنه و بخواد طرف مردم بیاد و یه اعمالی انجام بده، میگن آقا سر جات وایسا. اینه که اصلا شما انتظار هیچ نوع بهتر شدن در مملکت میرسیم به اون نقطه که واقعا با بودن ولایت فقیه ایران درست بشه. ببینید تنها شانس ملت ایران اینه که اقتصادی فکر کنه، منافعش رو دنبال منافعش بره، دنبال این که تو زندان اوین 500 تا رو زدن باشه دنبال اونم، ولی اونو برای خودش پیرن عثمان نکنه، این یارانه رو پیرن عثمان کنه. میدونین پاشنه آشیل حکومت اقتصاده و حکومت های خودکامه، هم به خصوص که ایدئولوژیکن باشن، اینا دیگه واقعا از نظر و برنامه هم نداشته باشن، واقعا از نظر اقتصادی متزلزلن. و این ملت ایران تنها راهش اینه هی خواسته هاشو از خواسته های اقتصادیشو زیاد کنه، دائم باید زیاد کنه، دائم باید فعالیتش بیشتر کنه، اعتصاباتش بیشتر کنه، خواسته هاشو بگیره. آقا این حقشو باید بگیره. کاملا درسته دکتر. و برای این باورم که اگر مردم همین حرفای خیلی ساده رو که دکتر داره با زبان خیلی ساده میگه اگر به این توجه بکنن، اون وقت کلک ولایت فقیرم کندن راحت تره، اون وقت اون کارم میشه کرد. در درجه اول دکتر ما باید یه جایگاهی در عرصه جهانی پیدا کنیم. آقای آهنی میگه اروپا شریک تجاری بشه. شما الان در چین که دارید نگاه میکنید همه چین رو داره به ایران صادر میکنه. خب این پدر اقتصاد ما رو در نمیاره آقای دکتر؟ در آورده. تولیدات و صنایع مسلمه. خب طبیعیه. وقتی شما میدین تو بازار میبینین این فنجون
چونم 10 تومن اون فنجون 5 تومنه که از چین میاد، زرق و برقش هم قشنگتره، خب میریم 5 تومن میدونی میخواین، خب این طبیعیه. این تنها ببینید اون سیاست های همین عرض کردم خدمتتون. ببینید ما تولید محور، مملکت ما تولید محور بود و اینا کردنش تجاری محور و ما چاره ای نداریم. بانک های کشور ما باید خیلی سریع این پولی که تو سیستمش میاد بگردونه تا از گردش این پول بتونه درآمد و هزینه. خب این از تولید که نمیتونه در بیاره، بانک میره دنبال تجارت دیگه. این تجارت زمانی که جمهوری اسلامی بخواد از تجارت به تولید خودش رو چیز که محاله بتونن این کار رو انجام بده. همه این حرفایی هم که آقای نعمت‌زاده و اینا میزنن تولید این کار رو همش مزخرفه به اعتقاد من. اصلا نمیتونن کاری بکنن، چون زمانی که از تجارت بخواد بره به تلف تولید، یعنی قبر خودش کنده جمهوری اسلامی. اینا باید با این بازی تجاری و با این 100 میلیون دلار نفت، این نفت شده بلای جون ما، واقعا بلای جون ما دکتر. یعنی حکومت اسلامی دو روز نمیتونه بنچک پول شما نفت شما ترکیه رو مقایسه کن. آدم ترکیه دیگه جلو چشم من و شماست. ترکیه چه کرده تو این 20 سال اخیر؟ ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، بازم من میرم روی مالیات. این مالیات کشور، اونی که حقوق میده و لیست حقوقش مشخصه، دولت میره یقش میگیره، میلیاردها پول این مملکت در حساب‌های خارج از کشور، اداره مالیات ما نمیدونه اینا رو. اینا باید مالیات بدن. اصلا امکان نداره بتونی این پولا رو بگیری. شما توی خارج از کشور هر جای دنیا به عنوان انگلیسی شما پول داشته باشین، باید اطلاع بدین، باید مالیاتش رو بدین، حساب داری کتاب. پولی تو ایران نیست. این مالیات بر درآمد که در ایران رقمی نیست. پول اصلی که دست اون گروه خاصه، اینقدر این ور اومده دنیا پخش است، دولت نمیدونه، نمیخواد بدونه اصلا، چون برای وصولش متعهد میشه وقت گرفتار میشه. یعنی ما گرفتاریمون آقای دکتر نوری‌زاده وقتی برید تو کنه اقتصاد کشور، به قدری درگیری هست، به قدری گرفتاری هست که فقط و فقط و فقط این درآمد نفته که باعث شد اینا سر. دکتر وقتی میبینی که در ماکائو برادران سپال بعد از اینکه هنگ کنگ سرمایه گذاری رفتن تو ماکائو، توی روسپی خانه ها و قمار خانه ها و هتل ها سرمایه گذاری میکنن و بیچاره ملت ایران نشسته صبح تا شب روزخونی گوش میده که از آخرت بترسونن شما رو. ما بدبختیمون بود آخرتمون در همین دنیا گرفتار شیاطین جمهوری ولایت فقیه شد. خب دکتر راجع به ارز میگفتی، این مسیر تا کجا خواهد؟ الان وضع چه جوریه؟ هر روز ارز درستش میگن ارز، چون میگم چون بازی گوش فشار دادن گوش دولته. درستش میگن مردم نگرانن، یه عده بدبختا گیرن، این وسط یه عده پولدار میشن، یه عده بی پول میشن. خب این قربونی ها همیشه هستن. ولی مسئله آنچنان حادی مثل زمان آقای احمدی نژاد پیش، چون احمدی نژاد خودش هم اون موقع دلش میخواست که بازی ارز بزرگ بشه، ولی این دولت الان نیازی به این کار نداره، مضافم به اینقدر گرفتاری داره که به این مسئله نمیرسه. خب بنابراین دو موضوع اصلی رو امروز بررسی کنیم، یکی یارانه ها و یکی مسئله ارز. در مورد مسئله ارز شما معتقدید راهی پیدا میشه؟ یارانه ها به کجا خواهد رفت؟ یارانه پروندهشو بستن به همین صورت فعلا موقتا. من فعلا 3% بیرون. 3% اومدن بیرون و بعد دولت گفته ما 10000 میلیارد دلار تو این مسئله گیرمون میاد، این 10000 میلیارد دلار هم بابت کسری یارانه پرداخت میکنیم و سنبل کاری کردن. فعلا هیچ چیزی مسئله خاصی حل نشد. یه کاری کردن 45500 تومان رو اضافه نکردن. یعنی با این آرتیست بازی هاشون، چون انتظار ملت این بود که با توجه به افزایش قیمت بنزین و غیره و غیره برق و اینا، این 45 میلیون بشه 45500 تومان بشه حداقل مثلا 50000 تا 60000 تا. خب اینو دولت فعلا از زیرش در رفته. خب این آرتیست بازیایی که کرد آقای روحانی یا آقای دولت آقای طیب نیا و غیره فعلا به این مسئله رسیدن. الان بورسمون هم که بورس چرا یه دفعه اینقدر اومد پایین؟ چقدر افت کرد؟ ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، بذارید من یه مثال بزنم، شاید این مثال جالبی باشه. ما یه شرکتی داشتیم داریم هنوز به نام صدرا. بله شرکت این در 1347 روی اون برنامه اقتصادی سوم و چهارم
که سندی شدن کشور در رژیم گذشته مطرح بود، این شرکت درست شد. مانند شرکت های پتروشیمی که درست می شد، فلات قاره‌ای که درست شد، یعنی یه برنامه ریزی صنعتی نفتی رو کشور استارت زده بود و شهید هم می رفت جلو. از جمله شرکت صدرا، این شرکت صدرا در زمانی که انقلاب شد جزء شرکت های تراز اول خاورمیانه بود، در کشتی سازی، در اسکله سازی، در سرویس های دریایی. خب این بعد از انقلاب هم که حالا به هر حال ادامه پیدا کرد، این در زمان آقای خاتمی که نخست رئیس جمهور بود، این رقمش وقتی اومد تو بورس بالاترین رقم قیمتگذاری روی این صدرا گذاشت، 1382. 35% سهامش رو بانک مرکزی خرید به مبلغ 400 میلیارد تومان. 1382 آقای احمدی نژاد تشریف فرما شدن، 6 سال بعد 51% این شرکت رو خاتم الانبیا اومده خریده به 78 میلیارد. ببینید بخور بخور. و چرا حالا این کاری کرد؟ میخواستن سپاه میخواست این شرکت رو جزو شرکت هایی که میبایستی میبرد، این هم جزو لیست بود. اومدن کار به دوش نداد آقای احمدی نژاد، به شرکت صدرایی با اون عظمت کار نداد. 10,000 کارمند شد، 8,000، 6,000، 4,000، همین تا رسوندنش به اونجا که زیانده شد. بعد زیانده شد قیمت گذاری کردن برای تو قیمت گذاری. حالا اون مرحله تموم شده، حالا در مرحله بعدی خاتم الانبیا داره اینو میفروشه به یه شرکت خصوصی که مال خودشه، که یعنی به کل از یه شرکت 100% دولتی تبدیل بشه به یه شرکت. خب این بازی ها رو تو بورس وقتی مردم میبینن، اومده دولت، آقای طیب نیا اومده اخیراً یه چیز باز کرده به نام صندوق حمایت از توسعه بازار سرمایه، به بانک ها گفته بانک ها سهام داره، سهام تو منطقه حبابی بزرگ شده در یه زمان 7-8 ساله از 12,000 شاخص 12,000 رسه به 80,000. حالا این اومده خطری شده دیگه، اومدن گفتن که بانک رو پاشین بیاین شما کمک سهام. بانک ها خودشون سهام دارن، خودشون سهم دارن، هم به عنوان بانک سهم دارن، هم به عنوان شرکت های دیگه سهم دارن. اینا اومدن 5,000 میلیارد تومان یه همچین رقمایی توی این صندوق گذاشتن که تزریق کنن به چیز. خب تمام این بازی ها رو الان افتاده دست بانک. ببینید همه چیز تو مملکت ما متاسفانه دکتر باید از شر ولایت فقیه رها شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، به اتفاق دکتر فرابخش عزیز، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم تا فردا.